با درود به دوستان گرامی، قسمت چهارم آموزش سیستم عامل ویندوز زیبن رو آغاز میکنیم. در این جلسه بررسی مشخصات تسلایسه و تغییر این مشخصات میپردازیم. روی نوار تسلایسه قرار میگیریم و کلید سمت راست ماوس رو فشار. دومین آیتم اگه دقت کنیم اینجا نوشته شده task list fixed و چک مارک خود. در واقع اندازه این task list و کلن تغییر و تحول حرکتی روی task list رو قفل کرد. اگر ما این قفل رو باز کنیم، یعنی در واقع task list fixed رو آن چک کنیم، این امکان برامون هست که با قرار گرفتن رو مرز تسک لایسته و تغییر کرسر به این شکلی که الان میبینیم، کلید سمت چپ ماوس رو فشار میدیم، نگه میداریم و ماوس رو حرکت میدیم و میبینیم که اندازه این تسک لایسته رو میتونیم تغییر بدیم. نه تنها اندازه رو میتونیم تغییر بدیم، بلکه میتونیم بیایم روی تسک لایسته قرار بگیریم، کلید سمت چپ ماوس رو فشار بدیم و نگه داریم و ماوس رو به سمت بالای صفحه حرکت بدیم. در واقع تسک لایسته رو به سمت بالای ویندوز می‌بریم و در اونجا کلید ماوس رو رها می‌کنیم. الان تمام تنظیمات تسک لایسته در بالای صفحه همونطوری که میبینید قرار گرفته. به همین شکل با فشردن کلید سمت چپ ماوس و نگه داشتن اون به سمت پایین میتونیم تسک لایسته رو به سمت چپ صفحه ببریم و در اینجا نگه داریم، یا به سمت راست صفحه و اون تغییراتی که میخوایم رو روش انجام. مجددا روی تسک لایسته کلید سمت راست ماوس رو فشار میدیم. من اینجا رو فیکسیلن میکنم برای دست بزنم و یه قسمتی داریم به نام سیمبل لایسته. در سیمبل لایسته مثلا فرضاً این ادرس اینو اگر کلیک کنم میاد در تسک لایسته ما این قسمت ادرس رو نشون میده و ما از اینجا میتونیم داخل اینترنت بدیم یا روی ویندوز اکسپلورر زوخن داشته باشیم. مثلا در اینجا اگر بزنیم به نقطه میبینیم که ویندوز اکسپلورر و درایو سه به ما نمایش داده میشه. یا اینکه اگر یک سایت اینترنتی رو کلیک کنیم www.google.de به عنوان مثال وارد اینترنت میشیم و براوزر فایرفوکس سایت گوگل رو ما نمایش میده. بنابراین این ادرس برای این مورد میتونیم اگر دوست داشتیم در اینجا قرار بدیم. مجددا کلید سمت راست ماوس روی تسک لایسته و میریم در قسمت سیمبل لایسته. ادرس رو آنچک میکنیم چون نیازی نداریم. این لینک در واقع مربوط به اینترنت میشه که باش کاری نداریم. تبلت پی سی این قابل بقایش در واقع برای کامپیوترهایی هستش که یا نوتبوک هایی که تاچ اسکرین هستن که نم فعلا کاری نداریم. البته یکی از امکانات جدید ویندوز زیبن هست، اگر در آینده وقت شد در این مورد صحبت میکنیم. میایم و روی دسکتاپ کلیک میکنیم که دسکتاپ رو ما نشون بده. دسکتاپ رو به این شکل نشون میده و اگر روی این فلشش کلیک بکنیم
یعنی کلید سمت چپ ماوس رو در واقع میذاریم. وقتی میبینیم کلیک، منظور اون کلید سمت چپ ماوس. لیست دسکتاپ آیتم هامون میاد و همه نمایش داده میشه. این هم باز بستگی داره که خودمون بخوایم این رو داشته باشیم یا نه. مجدد اگر روی این کلیک کنیم، سیمبل لیست دسکتاپ رو برمیداریم و یه آیتمی هست نوعی سیمبل لیست. اگر روی این کلیک کنیم میتونیم مثلا بیایم به عنوان مثال موزیک the videos به عنوان مثال همین ویدیوز رو اوردنرش رو آسفرده میکنیم و در اینجا لیست ویدیو رو داریم. اونطوری که میبینیم همه ویدیوهایی که در اوردنر ویدیو هست نمایش داده میشه. دوباره کلید سمت راست ماوس رو که بزنیم، تمام این عملیاتی که انجام دادیم و در آیگنشافتن هم میتونیم داشته باشیم. روی کلید آیگنشافتن کلیک میکنم، ویندوی میاد که اگه یادتون باشه روی این ویندو ما قبلا در مورد اشتارت منیو صحبت کردیم. الان راجع به تسک لایست صحبت میکنیم. همون عملیات هست، تسک لایست فیکسیدن که میتونیم برداریم یا بذاریم باشه. میتونیم از اینجا این تنظیمات انجام بدیم. یکی از آپشن هایی که داره تسک لایست اوتوماتیش آس بلنده. اگه من اینو کلیک کنم و بنویسم کنم، اینجا تسک لایست محو میشه، مگر اینکه ماوس بره روی اریای تسک لایست، در نتیجه مجددا این نمایش داده میشه. به محضی که ماوس میاد بیرون، تسک لایست محو میشه یا مشاهده دیگه نمیشه. ولی اگر این آنچک باشه، چک نخورده باشه، تسک لایست ما همیشه نمایش داده میشه. آیتم بعدی کاین سیمبل فرورنل به این شکلی که فوق العاده این سیمبل ها رو بخشیم کلاین سیمبل فوق العاده این سیمبل ها رو کوچیک میکنه در تسک لایست. و این باز به انتخاب خودمون هست که دوست داشته باشیم اون رو داشته باشیم یا نه. آیتم بعدی پوزیشن در تسک لایست آفتن بیلشیدیم. اینو قبلا هم دیدیم، میتونیم از اینجا یه ذره تست ست کنیم. کانتنت مثلا بزنیم اوبن و به نیمن تسک لایست هم میره به اوبن، در اوبن قرار میگیره، بالا قرار میگیره. بنابراین از اینجا هم ما این تنظیم رو میتونیم داشته باشیم. یکی دیگه از ستینگ هایی که هست Area pick for the desktop for shuffle بنده. اگر این چک نباشه، آن چک باشه و من اینو او به نیمن کنم، زمانی که میام روی دسکتاپ هنسایگن میبینیم که تا کلیک نکنم هیچ سویچی انجام نمیشه. باید حتما کلیک به صورت بگیرم. ولی اگر این چک خورده باشه، به محضی که من روی این آیکون قرار میگیرم سویچ انجام میشه. حالا میتونم کلیک کنم یا اینکه نه. بنابراین تفاوت این آیتم زمانی که چک مارک خورده و یا نخورده رو مشاهده کردیم. این تغییر یک سری خصوصیات تسک لایست بود که در اینجا مطرح کردیم.